در یه جمعی بودیم اینا، خانمشون هم تشریف برده بودن، به وقتی رسیدن به من و اینا گفتن که خوب شد اومدی و اینا، گفتن که تو اینقدر عرضه نداری که این فوتبال رو را بندازی. درسته که از نظر هورمونی یه مقداری خب فوتبال اگه در سطح بالا باشه تو بخش بانوان، چون یک بازی بسیار قدرتیه، یه مقداری تغییرات هورمونی متفاوت بود با رشته های دیگه، ولی خب ما یه خود دستکاری کردیم که بلکه این فوتبال راه اندازی بشه. فوتبال در سال 1286 وارد ایران شد، ولی تا سال 1340 فوتبال زنان همچنان استارت نخورده بود و دختران به همراه پسران در کوچه ها فوتبال بازی می‌کردند. در بین سالهای 1347 تا 1350 بعد از تیم بانوان تاج، تیم‌های دهیم، عقاب، پاس و پرسپولیس تشکیل شد. تمرینات مناسب و خوبی داشتیم. سال 1350 به اوج خودش رسیده بود، واقعا جدی گرفته شد فوتبال بانوان. وقتی فوتبال رو شروع کردم اولین مربی منصور پوریدری همسر مرحومم بودن که بعد از اون مرحوم آقای علی دانایی فر مربیمون شدن. در اردیبهشت سال 1351 تیمسار خسروانی رئیس باشگاه تاج با دعوت از تیم سانتوس برزیل پای پله را به ایران باز کرد. در آن سال برای انجام بازی دوستانه تیم منتخب تهران با سانتوس 240,000 تومان هزینه شد. بلافاصله بعد از این بازی، در حالی که آزادی مملو از تماشاگر بود، برای اولین بار در تاریخ فوتبال زنان تیم تاج مقابل منتخب ایتالیا به میدان رفت. این بازی شاید به این دلیل حائز اهمیت است که بازی روی چمن آزادی برای زنان بعد از گذشت حدود 5 دهه همچنان منحصر به فرد و دور از دسترس باقی مانده است. تقریبا فکر میکنم یه چیزی بوده 14 سال اجازه ندادن که فوتبال بانوان فعال بشه. برای مجوز خیلی دوندگی کردیم، اینجوری نبود به این سادگی. بعد که دیدیم که مشکلاتش رو رفع کنیم، بعد بیایم به صورت جدی شروع کنیم کارو. پدرم خودش چون قوم بودن اونجا، بزرگ شده اونجا بودن، مثلا من چون سوارکاری رم داشتم، آقای فرجی اصلا خودشون قومی هستن، رئیس فدراسیون سوارکاری بودن، رفتیم اونجا دفترشون، نه پیش آقای سانی رفتیم نه پیش آقای مکارمشی رسیم. اونا به ما حالی کردن که اگه کار غیر مشروع باشه و یا مثلا نباید انجام بشه، خب نباید بکنیم. گفتم به نظرم میاد موجهه. ما راضی شدیم به اینکه خب فوتسال و فوتبال داخل سالن رو در سال 1971 راه اندازی کردیم و خب باز از طرف سازمان تربیت بدنی گفتن خب حالا ما این کار رو داریم میکنیم، ولی نه مربی داریم نه بازیکن داریم. یه عده شدیم از جای مختلف، از رشته های مختلف که یه خورده اولا به فوتبال نزدیک باشه، رشته هندبال و یکی دوتا از این رشته ها. بعدم که بازی شروع شد، دیدو خانم هاشمی با ساکش اومد، گفتش که اومدم فوتبال بازی کنم. گفتم خانم تیما درست شدن رفتن تو زمین و اینا. گفت پس من بی خودی آوردم ساکش رو انداخ اونجا و نشست به تماشا. فردای اون روز حراست منو خواست، گفتش که خانم، گفتم بله. گفت شما چرا فوتبال گذاشتی به جای والیبال اینا؟ گفتم من نگرفتم برای والیبال، من به شما گفتم برای والیبال میخوام. من گفتم یه تایم به ما بدین، دادیم، منم فوتبال میخواستم را بندازم. تا خانم گرجی بودن که جزو کسانی بودن که خبرهای ورزشی زنان رو داشتن و روش کار میکردن اینا، اومد بود تو دفتر من، گفتش که تو رو خدا انجام شد، خوشحال بود و اینا. گفت میتونم بزنم روزنامه؟ تا من نمیتونم میتونی بزنی یا نه، ولی من اینو دارم. اومدم از فوتسال بچه های نوجوان شروع کردم، چون که اینا گفته بودن مسائل شهریشون اینا رعایت بشه. خب این تو سالن بود، مرد نمیامد، این که یکی موجه بود. مسائل دومش این بود که خب با استان ها ارتباط برقرار کردیم، نامه دادیم از طریق مسئولین خودمون که میخوایم این مسابقات رو برگزار کنیم. خانم پروین رمضانی که خودش قبل از انقلاب بازیکن فوتبال بود، خدا رحمتش کنه، چند سال پیشم فوت کرد. ما دو نفر به اتفاق چند نفر از آقایون که خب به هر حال کمک میکردن به ما، ما مدرس کلاس شدیم. ما در حقیقت دروغ نگیم، از آقایون هم استفاده میکردیم تو کلاسام. یه چیزی بودیم 70 تا مربی رو در استادیوم آزادی اردو گذاشتیم و تربیت کردیم. به دراسیان هم کمک میکردم، این آقای فرهانی بود.
در دهه 70 با تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی که در ایران شکل گرفت و روی کار آمدن محمد خاتمی، زمزمه های تشکیل تیم های فوتبال زنان به گوش رسید. خب من از زمانی که یادم میاد، من با بابا فوتبال تمرین میرفتم، یه بابا دروازه‌بان تیم اکباتان بود. البته خب اون تایمی که ایشون دروازه‌بان بودن، خب من خیلی سنم کم بود، ولی تو سن 4-5 سالگی از اونجایی که دیگه یادمه، بابا بیشتر حالا بازیای دوستانه رو که میرفت من میرفتم. هیچ وقت یادم نمیره با بابا رفته بودم سالن حجاب، همیشه گفتم والیبال ثبت نام کنم. رفتیم دیدیم روی این برده زده فوتسال، دیگه اصلا از اونجا بود که این آغاز زندگی جدید من شکل گرفت. چون میدونید لباس فوتسال رو من رفتم از AFC گرفتم. من با پسرم با پول خودمون رفتیم با آقای بنهام، گفتیم بابا تو مسلمونی، ما مسلمونیم، کشور مسلمون باید چیکار کنن، میخوان بازی کنن. من گفتش که خب تو این چیه الان دادی اینجا؟ خب لباس. گفتم ما لباسمون گرم کنیم. بعد که بازی شروع میشد میومدن بازی ما رو میدین، اصلا بودن شما همینجوری یکیچ عقبین با توجه به این. مثلا تو گرمای ویتنام چرجی بودن میانمار، ما باید با خب مقنعه و لباس و لگو خلاصه، ولی خب این فقط عشقه. توی یه جلسه سمینار بود که من برای خانم هاشمی که رئیس اون بازیای کشورهای اسلامی بودن یه نامه نوشت که ما رو هم جز کشورهای اسلامی بذاریم. ما همه یه مربی برزیلی به اسم ویچه گالاس داشتیم، خودمون رو آماده می‌کردیم برای بازی‌های کشور اسلامی که تنها مسابقات رسمی ما همین بود و توی تیم ملی ما دلمون به همه مسابقات خوش بود و همه ما توی فوتسال بودیم. فوتبال از سال 84 یعنی 9 سال بعد از فوتسال فوتبال شکل گرفت. اونم به چه صورت شکل گرفت؟ فوتسال که می‌دیدیم همه فوتبال بازی می‌کردن. خانم مظفر که مربیمون بودن اینا، صدا کردم گفتم خانم مظفر ما میتونیم فوتبال هم بدیم. به یک بار یه روز خامسه پنجی اومد گفتش نامه اومد از AFC که مسابقات غرب آسیا برگزار میشه و اینا. خلاصه میخوام اینجوری بگم که بچه هایی که از تیم ملی فوتسال دور موندن رفتن تیم ملی فوتبال. نامش آقای .com زحمت کشیدن فرستادن که من نظر بدم، زیرش نوشتم که چرا تیم داریم. وقتی تیممون آماده شد و تمرینات و مسابقات و اینا بود، با این باشگاه‌های دست 2-1-3 مثلا بازی کنیم که این بچه‌ها یه خورده حرکت بیشتری ببینن. بعد آلمان موافقتش رو داد و اینا، یکی از باشگاه‌هاش. ما هم تیم رو آماده کردیم و توی اردو و تمرین و فلان اینا در ایران گذاشتیم. توی جلسه شب اول که ساعت و اینا تعیین می‌کردیم برای بازی و مقررات اول بازی، بچه‌های آلمان با مربیشون گفتن که ما می‌خوایم با لباس‌های شما بازی کنیم. مثلشون. بعد قرار شد ما بریم آلمان بازی کنیم. دیگه رفتیم تمرین کردیم، کارامونو کردیم. گفتن که می‌خوایم برین آلمان چیکار؟ گفتم ولی این مسابقه که خب رفت و برگشت میده و اینا. گفتن که ولی همکارای ما کارشناسا اینا صحبت کردن اونجا سفارت اونجا میسی که گفتن که بچه‌ها نیان. گفتم چرا نره؟ گفتن که به خاطر اینکه اونجا یه برنامه‌ریزی شده که می‌خوان روسری‌های بچه‌ها رو از سرشون بکشن. گفتم خوی علی‌آبادی مال سفارت گفته و اینا، من میدونم نمی‌کنن این کارا، این بچه‌ها رفتن تو راه فرودگاه. گفتش که نه برشون داد. خلاصه علی‌رغم میل خودم که اصلا دوست نداشتم این کار بشه، با خیلی ناراحتی این کارو کردیم، برگردوندیم که بچه‌ها خیلی ناراحت شدن، خیلی زیاد. بعد من دیگه پولا رو ازشون نگرفتم، بهشون گفتم بال خودت. دقیقه‌ای که ما می‌خواستیم بریم برای زمین بازی‌ها، من آخرین نفر بودم که من زنگ زدم، من موبایل داشتم. به من زنگ زدن گفتن که خانم شما بازی‌ها رو تعطیل کنید. گفتم برای چی تعطیل کنم؟ گفتن که آخه میگن که اونجا خانم‌ها بی‌حجابن و همه خانم‌ها داورا می‌خوان با شلوارک بازی کنن، اینجوری بشه اینجوری. گفتن که من داور AFC دیگه، من که نمی‌تونم بهش بگم شلوار پات کن، که دم در فدراسیون می‌رفتم می‌اومدم تلفن داد می‌ده. گفتم به آقا جان هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون ما نه دوربین داریم نه آدم‌ها میان عکس بگیرن، هیچ، همه خانم‌ها، همه خانم، حتی تماشاگرامون همه اومدن. گفتم من خواهش میکنم تعطیل نکنین، ولی اگر اشکالی پیش اومد منو بردارین. ما یه دونه مشاور مرد داشتیم، بعد اونو گذاشته بودم تو چادر، تراست سازمان پر اومده بودم. 10 دقیقه مونده بازی، میبینم که اومدن به من میگن که خانم سپنجی. میگم بله. اومدن گفتن بازی باید تعطیل بشه، این آقا باید بره بیرون. گفتم بابا خانم 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه بازی تموم میشه، از اول دل این آقا اینجا نشسته. خب میومدیم گفتی نمیشه، چون اعتقاد داشتم کار خلافی نمیخواد انجام بشه.
فدراسیون که اصلا ما هرچی مقام آوردیم هیچ کاری هم نکرد که صدا میکنه بگه که خانم حالا، ولی اینجا اگه یه مرد مثلا این کارو میکرد زود میرفت بالا رسانه ها و همه فلانه، ولی ما دو تا مقام آوردیم از کشورهای اسلامی هم نبود، کشورهای اروپا، مثلا ژاپن کسی بهشون میگفت فوتبال نکنین که همه چی براشون مهیا بود، ولی ایران ما مشکلاتی داشتیم برای بردن آوردن، ما در شرایط یکسان نبودیم که نابرابر ما اومدیم کارو راه انداختیم، تیم بردیم، زنا رو آوردیم، یه کار شاقی انجام دادیم. ژاپن کاری نکرده که میاد اول میشه. خب رفتیم استرالیا مهمون آقای زبلو، اونجا بودش که اون خیلی به من تبریک گفت، احترام گذاشت به من، همین حرف من زد، گفتش که خیلی خوبه که شما اومدی راه رو باز کردی. در سال 86 خدیجه سپنجی از سمت خودش کنارگیری کرد و خانم فریده شجاعی به عنوان نایب رئیس فدراسیون آغاز به کار کرد. من از سال 1986 تا 89 توی فیفا و AFC به عنوان بهترین کشور در حال توسعه فوتبال بانوان لقب گرفتیم. المپیک سنگاپور جوانان به ما گفتن که از هر قاره یک تیم میتونه شرکت کنه. مسلماً ما جایگاهی نداشتیم، ما نماینده آسیا شدیم. وقتی بازی شروع شد آقای سپلاتر ما رو خواستن، من و آقای افشارزاده رفتیم جایگاه خدمت آقای سپلاتر. آقای سپلاتر گفت من اصلا اجازه نمیدم بچه ها با این وضعیت و با مقنعه بازی کنن. بازی اول با ترکیه، خب با اینکه خیلی خوب بازی کردیم، یعنی اینکه تا دقیقه 70 ما 2-1 جلو بودیم، بعد 4-2 باختیم، ولی خود آقای سپلاتر اصلا تعجب کرد، گفت واقعا حیفه این پتانسیل، این وضعیت بچه‌ها با این حجاب، واقعا منو امیدوار کردین. به خاطر همین دیگه اجازه دادن که ما بریم دنبال این که یه روسری مخصوص بگیریم. یک فروشگاه آدیداس روسری درست کرده بود که از پشت بسته میشد و گردن معلوم بود. سازمان تربیت بدنی زیر بار نرفت، گفت گردن نباید معلوم باشه. ما برای هر بچه‌ای که تقریبا 15-16 ساله بود یک بسته نقصوزن گرفتیم. توی رختکن وقتی ناظر می اومد نگاه می کرد، ما مجبور بودیم اینا رو ببندیم پشت سرمون که گردن ها معلوم باشه. 5 دقیقه بعد از اینکه ناظر می رفت ما بعد وارد زمین می شدیم. یعنی تمام مدت کارمون توی رختکن قبل از مسابقه دوخت و دوز بود. بعد خب دیگه توی زمین که می رفتیم چک نمی کرد ناظر، همون تو رختکن چک می کرد خوشبختانه. این هجایی بود که ما خودمون در واقع جا انداخته بودیم برای خودمون. کشورهای عربی هم که میرفتیم اونا هم خب اونا دل بخواهی بود، هر کدومشون که میخواستن خودشون هجاب داشتن و اونایی هم که نمیخواستن نه. در مسابقات مقدماتی المپیک لندن با اینکه مرحله اولش رو سپری کردیم اومدیم و خیلی تیم آماده، اون موقع آقای نصرت ایراندوس و خانم مریم ایراندوس سرور به تیم بودن، من کاپیتان اون تیم بودم، خیلی آماده سر حال، بچه‌های فوق العاده خوبی داشتیم. مقدماتیش دور اولش رو ما با موفقیت پشت سر گذاشتیم. دور دومش وقتی مسابقات توی اردن بود تیم وارد زمین شد، ناظر مسابقه که یک خانم ایرانی الاصل بود ولی از کشور بحرین حضور داشت اومد و مانع شد که ایران با حجاب اسلامی و با همون چیزی رو که ما به توافق رسیده بودیم با فیفا و لباسامون هم حتی داده بودیم نمونه و موافقت شده بود مخالفت کرد. ما هم اجازه نداشتیم که بدون حجاب بازی کنیم، مجبور شدیم که زمین رو ترک کنیم. خب خیلی صحنه بدی بود، الان عکساش هست، همه بچه‌ها پرچم ایران رو به اعتزاز در آوردن، دیگه شروع کردن به نماز خوندن روی پرچم و گریه، به هر حال بچه‌ها رو اصلا نمیشد کنترل کرد. ما دوران بدی رو گذروندیم، مطمئن بودیم که میتونیم اونجا اردن رو شکست بدیم و تاریخ سازی بکنیم. بعد از اون فیفا ما رو جریمه کرد، ما رو $20,000 جریمه کرد که برای چی بازی‌ها رو ترک کردیم. حالا باز دوباره من باید پاسخگو می بودم، تو زوریخ و دادگاه کس حضور پیدا کردم، تمام داستان وضعیت موجود رو گفتیم و اون $20,000 رو نجات دادیم، پناهی به ما دادن، همونجا اعلام کردن تو اون کنگره. برای اولین بار ما یک پولی بهشون میدیم برای اختصاص خوابگاه. خود آقای سپلاتر اومدن اینجا با بچه های ما جلساتی گذاشتن، حتی به من گفتن همه این کارا زیر سر توئه، ما رو مجبور کردی که بپذیریم. من هنوز که هنوز دلم نیست با این قضیه. حتی یادم با آقای احمدی نژاد صحبت کرد
و گفت که باید بپذیرین که شما بدون حجاب باشه، که باز ایشونم مجاب کردن که ایشون رو که نمیشه. اینو میخواستم خدمتتون بگم که حالا یه گله‌ایه از فدراسیون وقت، در بعضی از موارد یه مقداری فوتبال آقایون بالاخره تو اولویت قرار گرفت. مثلا مجوزی رو که ما گرفتیم برای زمین اختصاصی، خوابگاه اختصاصی، و پولش هم از طرف فیفا واریز شد و کلنگش هم به نام بانوان خورده شد، آقای کفشان گفتن که ما الان توی جریان جام جهانی هستیم و آقای کیروش گفته که باید حتما ما یک پایگاهی رو داشته باشیم، هم برای ایفمارک پزشکی و هم که بدنسازی، و این خب بودجه زیادی رو داشت. آقای کفشان پیشنهاد کردن که این بودجه بانوان رو اختصاص بدیم به این مسئله که اونجا رو ساختن و توی همون آکادمی المپیک، و برای سال آینده ما بودجه در واقع ایفمارک رو میدیم برای بانوان، که هرگز این اتفاق نیفتاد. خب خیلی ضربه خیلی بدی بود و خب یه مقداری مکدر کرد ماها رو، ما که داریم واقعا صادقانه و خالصانه داشتیم زحمت میکشتیم و تونستیم به اینجا برسونیم. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جبه کن در آسمان، همچو مهره